اولین بار در دهه 40 پیشروی آب شور دریا به رودخانه بهمنشیر گزارش شد. موضوعی که تا همین حالا هم ادامه داره و با سیاست‌های غلط آبی در بالادست شدت بیشتری گرفته. و حالا مسئولین امر راه حل رو سدسازی در 3 نقطه منطقه برای جلوگیری از ورود آب شور به بستر بهمنشیر میدونن. راه حلی که مخالفان زیادی داره. اونها معتقدن این راه حل هر چند جلوی شوری آب رو میگیره، اما به مرور بهمنشیر رو به یک گنداب تبدیل خواهد کرد. با محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست در چوبده و در کنار موقعیت یکی از این سدها در این باره به گفتگو نشستیم تا ابعاد محیط زیستی موضوع رو بررسی کنیم. این سدهایی که معروفن به سدهای سلولی در مناطقی که سطح ارتفاعشون از ارتفاع آبهای آزاد پایین‌تره، معمولا این سدها رو می‌زنن که بتونن مدیریت بکنن سرزمین رو در برابر مد و سیلاب ها. عمده ترین این سدها در سرزمین های مثل هلند زده شده. این سدها اصولا نمیتونه جلوی مدیریت آلودگی رو بگیره. حقیقت ماجرا اینه که به دلیل اینکه کیفیت آب در کارون به شدت کاهش پیدا کرده و به تبع آن کیفیت آب در بهمنشیر هم کاهش پیدا کرده، به دلیل اینکه فاضلاب‌ها و پساب‌های بسیار زیادی داره وارد کارون و بهمنشیر میشه و خود من هفته قبلم که شوشتر بودم و در بالادست کارون خودم در واقع بیش از 100 تا لوله رو شمردم که داره فاضلاب خام رو وارد کارون میکنه و به همین ترتیب در اهواز همین اتفاق داره تکرار میشه. این بیم میره که اگر این سد اینجا احداث بشه، بهمنشیر تبدیل به یک مرداب بشه، به یک گنداب بشه و دیگه احتمال تبادل آب با خلیج فارس و کاهش بار آلایندگیش به شدت بیشتر از پیش کاهش پیدا بکنه. این سدها در واقع الان زده شده به خاطر اینکه جلوی ورود آب شور رو به بهمنشیر و به کارون بگیرن، ولی واقعیتش اینه که خود بهمنشیر و کارون برای اینکه بتونه مواد آلایندش رو دفع بکنه نیاز به جریان جذر و مدی خلیج فارس داره. یعنی درسته که در هنگام مد این آب پس میزنه، ولی در هنگام جذر تمام آلودگی ها رو میکشه و با خودش میبرد توی خلیج فارس، ولی الان دیگه این امکان وجود نداره. یعنی این سطح‌ها، این سطح‌های سلولی باعث میشن تا میزان انباشت آلودگی در بهمنشیر و کارون افزایش پیدا بکنه و اصولا بهمنشیر تبدیل به یک کانال فاضلاب بشه. همین الان اگر شما دوربینتون رو ببرید و داخل این آب رو نشون بدید که الان سد ساخته نشده، آب به شدت کدره و نشون دهنده اینه که هم از نظر بیودی، هم از نظر اسودی و هم از نظر شوری خیلی خیلی بیش از استاندارد داره این آب آلودگی رو تحمل میکنه. این نشون دهنده رفت و برگشت آب در بهمنشیر در اثر در واقع جذب و مد. الان ما در شرایط مد هستیم که آب به جای اینکه به سمت خلیج فارس بره داره برمیگرده به سمت بهمنشیر. خب اگر که این سد زده بشه به مراتب وضعیت ناگوارتر میشه. علاوه بر این جریان‌های زهکشی ممکنه به وجود بیاد، زمین‌های اطراف رو متاثر بکنه و به این ترتیب بخش بزرگتری از حاصلخیزی خاک در نخلستان‌ها و عوضی کشاورزی اطراف بهمنشیر، کارون و کانال‌های مرتبط با اونها از حیز انتفاع خارج بشه، مثل کانال دیان.